من امشب میخوام با اجازه دوستان شاعر و نویسنده که در اینجا هستن، پیش کسوت هم هستن، دو سه تا شعر از خودم میخونم و به کوتاهی درباره زندگیات فریدون فرخزاد هم با شما سخنی بگم. آنچه که من میتوانستم تا 10 سال پیش که فریدون فرخزاد در محاق و سایه بود و کسی شهامت نمی کرد دربارش بگه و بنویسه و خیلی ها فراموشش کرده بودند، بنویسم در کتاب خونیاگر در خون نوشتم. بعضی از دوستانی که امشب روی صحنه بودند و روی صحنه خواهند آمد نیز در همون چاپ نخست این کتاب مطالبی داشتند، از جمله آقای حسین منصوری که بخشی از شعرهایی که در اینجا خوندن در اون کتاب دادم، هدیه کردم و من منتشر کردم و به گفته پوران فرخزاد گفت مانی تو با این کتاب نه تنها فریدون فرخزاد رو زنده کردی بلکه خانواده فرخزاد رو زنده کردی. و به راستی از این تعارف زیبای شاعرانه که بگذاریم، فریدون پس از انتشار این کتاب به گونه ناباور کردنی، باور نکردنی شناخته شد و اگر اون هیچ دسترسی نبود به آثارش، امروز در اینترنت پر از رد و نشانهایی که مردم از زیستن با او داشتند و کتاب خونیاگر در خون به سرعت نایاب شد. چاپ دومش با 1.5 برابر حجم در آمریکا منتشر شد، اون هم نایاب شد و چاپ سومش به زودی باز هم توسط انتشارات کتاب در آمریکا منتشر خواهد شد. اما باز هم من حرفایی درباره فرخزاد دارم که بعد از خواندن یک شعر اون رو با شما در میان می‌ذارم به کوتاهی و یکی دو شعر هم می‌خوانم. شعرهایی که می‌خوانم در واقع در فضای زندگی فرهنگی، سیاسی و هنری فرخزاد هم هیچ ربطی به اون ندارم، اما از اونجایی که همه ما از یک خانواده و این خانواده ایستاده بوده است و هست در برابر ارتجاع سیاه مذهبی و جمهوری اسلامی به طور مشخص، این شعرها رو من خوانشش رو در اینجا ارمغان میکنم به شما و یاد زنده فریدون فرخزاد. پنج بامداد به گاه دماوند. همراهان امام زمان رفته، کنجکاوان پراکنده، خمیازه بلندگوها بسته، سلولی که برایم آماده کرده بودند خانه، اما زیر پوست ایران زمین فروردین نفس میکشم. شش بامداد به گاه الوند. درز پرده ها را می گشایم، در تاق بستان میترا از پیکرش بیرون می آید، با شاخی بر اثر به خانه باز می گردد، خیزابه نور در اتاقم لب پر می زند، اپرای خروس ها را پخش می کنم، آتشی که نمیرد را از تاقچه دل بر می دارم، دوباره روی میز کارم می گذارم. آناهیتا دارنده 1000 دریا و 1000 رود که تخمه مردان و زهدان زنان را از آلودگی می پاراید، با دست ها بر پستان دوباره به اتاقم بر می گردد. پارتیزان ها از آلبوم بیرون می آیند، گرد آتشگاه سرود مستان می خوانند، پروانه هایم بر شانه هاشم باله می رخصند. 7 بامداد به گاه زاگرس. درون پیراهن سوریم می روم، اشیاء به هم ریخته را سامان می دهم،
شاهنامه را می گشایم تا اسم شب را از گرگ آفرید بگیرم. اتاق جای رفت و آمد پارت هاست، شورشیان از شعرهایم بیرون آمده، دور و برم نشسته تفنگ هاشان را روغن می مالند. ستاره ها را از درون تاریکی بیرون می کشید. اسپارتاکوس بر کاغذم خم شده شبنامه می نویسد. بر چهار پایه ولتر می ایستم، شعر منتشر نشده خیام را برای ملحدان می خوانم. آنان رفتند، میترا آوازهای بومی را چه زیبا می خواند اکنون. کتابهایم با صدای بلند حرف می زنند، واژه ها از کهکشان روی کاغذم می چکند. رستم در گوش رخش رب می‌خواند، گر آیند ایدون به ایران سرا، بکوبی آن قار و کوه حرا. ما روشنفکرانی داریم که می‌شود به اونها گفت دانشمند. یک استاد در دانشگاه حافظ شناس است، لسین شناس است، نیچه شناس است، خوب هم میشناسد، روشن فکر است. اما از شناختی که از نیچه، حافظ، لسین یا هر کس دیگری دارد برای روشنگری بهره نمیگیرد. برای روشن کردن مردمش که بسیجشون کنه برای تغییرات بزرگ اجتماعی فرهنگی بهره نمیگه. پس روشنفکر به خودی خود چیز بدی نیست، اما ثمری برای تغییرات بزرگ اجتماعی نداره. روشنفکری که اندیشه روشنش را، روشن اندیشیش را به روشنگری تبدیل کند، آن گونه که از نیچه گفتم، نیچه این کار کرد و آن گونه که فریدون فرخزاد کرد، می‌خواستم به اینجا برسم، و آن گونه که برخی دیگر از شاعران، نویسندگان و هنرمندان ایرانی کردند و حتی اهل سیاست، که دریافته‌های خودشون رو، دانش خودشون رو تبدیل کردند به سوختی برای موتور حرکت اجتماعی. جامعه امروز ایران نیازمند است که پروسه روشنفکری به پروژه روشنگری تبدیل شود تا بتواند از این بنبست جهنمی بیرون بیاید. و فریدون فرخزاد از نخستین کسانی است که به عنوان یک هنرمند پاپولر، مردمی و دوست داشتنی و چند چهره، چند سیما، دانسته های خودشون که خیلی هم زیاد نبودند، اما همون دانسته ها رو، همون فکر روشنش رو تبدیل کرد به پروژه روشنگری و پروسه قتلش هم از همونجا آغاز شد. برای اینکه یک روشن فکر خونسا نه تنها به درد جامعهش نمیخوره، رژیم هم ازش واهمه نداره. اما روشن اندیشه که روشنگر هم باشد و با اندیشه روشنش جامعه رو به حرکت بیاره، تفکر جامعه رو، احساس جامعه رو به حرکت در بیاره، این برای همه رژیم های استبدادی و توتالیتر خطرناک و برایش پرنده باز میکنن، از جمله برای زندگیات فریدون فرخزاد. فریدون فرخزاد یک آگاه به تمام معنای سیاسی کار نبود، او یک هنرمند بود، او اهل فلسفی بود، او اهل شعر بود، او اهل طنز و آواز و رقص و شادی بود. بنابراین از او نمیشود انتظار داشت که در یک مسیر معین فکری، مکتبی یا سیاسی یا ایدئولوژی استوار باشد. نه، دوستان اشاره کردن،
در آغاز جوانی در 16 سالگی به جوانان حزب توده میپیونده، بعد میاد بیرون تحصیلات دیگری میکنه، میره داخل کنفدراسیون، بعد برمیگرده ایران، به شغل نمیدن در زمان شاه، با چقدر دوندگی میشود شومن روی صحنه و بعد ناگزیر میشه ایران رو ترک بکنه، میاد در اینجا در ویدئوهای تازه بعد از انقلابش هست که میگه من یه چپ هستم، در یه جا دیگه میگه من طرفدار محمد رضا شاه پهلوی آریامهر هستم، در یک جای دیگری با درفش کاویانی همکاری میکنه. این تلون و تعدد تفکر سیاسی پایین و بالا شدن در فریدون فرخزاد نشان میدهد که این آدم یک عنصر ایدئولوژیک نبوده، این آدم یک آدم سیاسی کار حرفه‌ای نبوده، این انسانی بوده که دلش میخواسته جامعهش به سوی مدرنیته حرکت بکنه، دلش میخواسته جامعه رو کمک کنه تا این جامعه از خواب قرونی برخیزد. اگر کسی بخواهد فریدون فرخزاد یعنی جسدش رو نامش رو به نام چپ مصادره کنه، این به فریدون فرخزاد خیانت کرد. اگر کسی بخواهد به نام راست یا سلطنت طلب یا میانه رو یا هر چیز دیگری مصادره کنه، شهید کشی کنه، این باز هم لطمه ایست به این شخصیت ملی. او یک هنرمند بود، از درون شما برخواسته بود و میخواست با شما زندگی کنه. و بسیار جالبه که فریدون فرخزاد پبلیکوم و جمعیتش رو گم کرده بود. جمعیتش ماها نبودیم، ماها پراکنده بودیم. اون جمعیت وسیعی که می‌نشستن پای تلویزیون ابعاد میلیونی برنامه‌شون نگاه می‌کردن و هرگاه می‌رفت خیابون دورش می‌کردن، ولش نمی‌کردن، راهش نمی‌کردن، این جمعیت رو در رؤیای خودش داشت. و عشق بازگشت به این جمعیت و دوباره داشتن این جمعیت او رو آماده کرده بود که به هر قیمتی شده بره ایران، مادرش رو ببینه و جمعیت گمشدهش رو ببینه، عقاقی هایی رو که فروغ از سخن گفته رو دوباره بو بکشه. و همین هم شد یکی از دامهایی که او رو با دست خودش و با کارد آشپزخونه خودش به کشتن داد. بنابراین یک روشن فکر لازم است که یک روشنگر باشد و یک روشنگر پیش از همه باید بسیار بسیار هوشیار باشه و بدون از نظر سیاسی چه کار می کند که حتی از جسدش هم نتوانند سوء استفاده کنند. یادش را گرامی بداریم، او اهل شادمانی بود و دوست داشت تشویقش کنیم. تشویقش کنیم. صدای من همینقدر کافیه، من دو تا شعرم بکنم بعد استادم بیان و برنامه رو ادامه بده. بله، من مسلمان نیستم، ایرانیم. من مسلمان نیستم، آزادم، پیرو خیام، اهل بادم، عاشق آزادیم، اهل خرد، در گریز از سجده و سجادم، اهل ایمان نیستم، اهل دلم، اهل شعرم، اهل شور و شادیم، مرتدم من، کافرم، گبرم، ولی کورش و زرتشت را من زادم. مرتدم من کافرم گبرم، ولی کورش و زرتشت را من زادم. من خطا هم داشتم، هرگاه که گوهر سیمرغیم را باختم، پیشکار دشمنان خود شدم، سر به مهر اهرمن بگذاشتم. من مسلمان نیستم، ایرانیم، خاکیم، افتادم، اینجاییم، پا به پای مردمان این جهان
بذر آیین بشر افشاندند. گرچه در متن بیابان زیستم، سرم آزادم مسلمان نیستم، سایم را بر مسلمان و یهود بر سر ترسایان گسترده ام. من مسلمان نیستم چون هیچگاه پایی کافر کشی ننهادم. سفرم را گرچه درویشان است، پیش هم نوعان خود بکشودم. گرچه در پیکار با اهریمنان بارها افتاده یا استادم، لیک چون بابک نیای پردلم، عاشقانه جان شیرین دادم. من مسلمان نیستم دانشورم، زاده گردآفرید دلبرم. گرچه افتادم من از اسب جهان، از شعور و اصل خود نفتادم. گوهر ایرانی و اسلام نه، من به اهریمن مگر تن دادم. گرچه نامم را مسلمان هشتند، نه مسلمان نه مسلمان زاده. این اهل بیت بدونی که مداحان زیادی دارن، خب؟ ولی جهل بیت مثل که مداحاشون بیشتره. شعری دارن به نام مداح جهل بیت. مداح اهل بیت، مداح مردگان به تکثیر و زندگان به تزویر، به شمشیر در تکایا بر هویت شما سم می‌کند. مداحان قلدران ناقلندر قلتشن، پوکسران عربدکش، دلقکان سیاه پوش، گولهای گول در روان شما می‌چرخند و شما را به گرد گریه می‌چرخانند. خوشا به سعادتتان، بیچاره امتی که گرفتار مذهب است. گریه کن خواهرم برادرم، شو تا قیامت آید زاری کن. کی رفته را بزاری باز آری؟ تو ظاهر کعبه و بیابان، من بوته خار مغیلان. تو اهل خرافه و قرآن، من در مکتب خردمندان. من سرزنش میکنم، تو میگویی در بیابان. گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. روزی اگر ندای نیایش بر برگ ها و جان ها، بر کردار و گفتار و پندار شما سنفونی سروش می افشاند، اکنون خوشا به سعادتتان. این ای کلوخای تیپا خورده که مداحان جهل بیت نوحه کرب و بلا برایتان می خوانند. هی علب بکا بشتا به سوی گریه بشتا. ای امت آس و پاس، نبیره توس و کابوس، ببخشید تخم ترکه سعد ابن ابی وقاص، بشتاب به سوی گریه بشتاب، بیچاره امتی که گرفتار مذهب است. ای نواده نکیسا، ای خاک و گلت بر سر و چرکاوت در روان، خوش به سعادتت که مداحانت به رقص جنون آوردن. عربدکش ها، این جانیان سیاه جامه، سرت را به سیاه سنگ میکوبند و نامت را به دیوار ننگ. طاعتت قبول دارنده ارجنگ، نبیره باربد، ببخشید از تیره علی ابن عمر.
بیابان شهر به شهر، کوی به کوی، کوچه به کوچه پیش آمده، خانه به خانه در جان شما لم داده و یک به یک شما را بلعیده است. طاعت از قبول عروس هزار داماد، ای سینه چاک کرب و بلا، زائر خاک و خلا، شنزار تو را شن کرده، خشن کرده، رنگ کرده، منگ و مشنگ کرده. بیچاره امتی که گرفتار مذهب است. خوشا به سعادتتان که خار شدید، بیمار شدید، تار و مار شدید، تا چنین رستگار شدید. ای نوادگان سی مرغ زار پرور، ببخشید ای نوادگان تیران عبایی، مدداهان و ممدوهان با شال شطرنجی سیاه و سپید، ایران شهر را قرق کرده، تهمانده مغزتان را مقموم، مسموم، موم، موم کردند. بیچاره امتی که گرفتار مذهب است. اگر نه اینکه شما از اینانید و خود اینانید، پس این مدداهان جهل بیت در بیت شما چه میگویند؟ چه میمویند؟ شگفتا شگفت که دلقک ها دم از تمدن دیرینه میزنند و در راه تمدن آینده روح خود را پیشکش غول های بیابانی کرده اند. مدداهان جهل بیت در تکایا با عتبات خالیات، در رسانه ها با کت و کراوات، در خیابان ها با شربت و نزورات، در روزنامه ها با جفنگ، در زورنامه ها با تفنگ، شما را از دستگاه گوارش حکومت الله به چاهی فرو ریختند که فاضلاب جهان در آن میریزد، جنت مکان شد. آری به خود بگیرید ای نوادگان زار و زرتوش، ببخشید ای نوادگان حسین ابن محلب، به خود بگیرید. من هم به خود میگیرم و میگویم بیچاره ملتی که گرفتار مذهب است. بهشون گفتم چقدر خوشتیب شما شدید، یعنی گفت اون جمله ایده که گفتی دوباره تکرار بود. بله گفتم که زندیات فریدون فرخزاد از خوشپوشترین هنرمندان ایران بود، به یاد و به پاس بود. من کوشش کردم امشب از این پیروی کنم.